میخوایم امروز نشون بدیم که چگونه پوست تار این ساز زیبای ملی رو عوض کنیم. ما به منزل دوست نازنینی هستیم در ایالت نوادا، منزل آقای بهرام منزل آقای بهمن عمرانی هستیم و این تار شاهرخ تار ایشون هست. و اول از همه وسایلی که میخوایم فراهم کنیم، یک قطعه کاغذ سفید، یک کاسه برای اینکه پوست رو توش خیس کنیم. معمولا به طور سنتی از سریش استفاده میکنم که خوب نداشتیم، بعد چسب دیگه ای هست، حالا باید چسبی باشه که قابل حل شدن در آب و باز شدن و چسبیدن داشته باشه، و چیزی دیگه که لازم داریم چسب هست. حالا برای اینکه استاد منظورتون نوار چسب هست؟ بله نوار چسب. برای اینکه بتونیم بعدا سیم ها خیلی پریشان نشه، سیم ها رو باز میکنه به این شکل. سیم ها رو که باز کردیم خیلی با دور بزنیم، چهار برابر معمولیه. آره این سیم ها رو باز میکنیم و این دوتا سیم رو در اینجا با چسب میچسبیم. یه قطعه چسب میداریم، این سیم ها رو به این قسمت کاسه ساز میچسبیم برای اینکه بعداً موقعی که پوست انداخته راحت بشه مثلا چیزش کرد. سیم یه قطعه چسب رو آماده میکنیم، حالا همین کار رو برای سیم سفید میکنیم. سیم ها رو باید باز کنیم، اول یه قطعه پنبه هم لازم داریم. البته پنبه رو میارم، این دو تا سیما به این سمت تار، برای که سیما به این سمت با یه چسبی به آرامی میچسبونه. این به دلیل این هستش که در حقیقت بعد وقتی میخوایم سیما رو چیز کنیم راحت باشیم دیگه. بسیار. و سیمای وسط رو همینطور این هم باید قطعه چسب دیگه این به یه سمت تار باز فیکسش میکنیم. حالا با یه قطعه پنبه پوستی که بهترین چیز برای باز کردن پوست و جمع کردن چسب ها پنبه هست، قطعه پنبه رو قطعه خیس میکنیم، پوست رو خیس میکنیم که بشه بازش کرد. استاد ببخشید، اگر خرک به پوست چسبیده شده باشه آرام خرک رو برای که از این پوست نمیشه استفاده کرد، آرام میشه خرک رو چیز کرد و پوست رو باز کرد. خرک رو با تکون دادن گوشه پوست رو میگیریم و اینجوری پوست رو باز میکنیم. باید چون حیف این پوست الان سالمه ولی کیفیت خودش رو از دست داده میشه، برای پوست نقاره استفاده کردی یا برای ساز مشقی چیز دیگری انداخت. برای همین حیفه که پوست جوری باز کنیم که پاره بشه. بعضی اعتقاد دارن که پوست وقتی یه بار آب میخوره و روی ساز میچسبه دیگه اون کیفیت لازم رو نداره و حتما باید پوست جدید گذاشتین. واقعا درسته؟ یعنی خیلی وقتا نه، میشه همون پوست بارها و بارها استفاده کرد اگر پوست بافتش پاره نشده باشه، یعنی بافت پوست به اصطلاح آبگز نشده باشه و کش نیومده باشه که از بین رفته باشه پوستش. بعد استاد یه سوال دیگه معذرت میخوام، گاکو داری پوست مثلا یه سوراخ کوچیک روش ایجاد میشه اصلا. اینو میشه تعمیرش کرد به تیک پوست؟ اصلا نیازی نداره. نه اگر بستگی داره این سوراخ کجای پوست کود در پوست کوچک ما سوراخ اصلا ایجاد میکنیم برای که هوای زیر پوست موقع پوست بزرگ میندازیم در خارج میشه. این منظور نقاره هست؟ توی نقاره پوست بزرگ اگر زیر مضراب باشه بله به راحتی میشه اینو چیز کرد. با یه قطعه سنباده زبریه چسب قدیمی که روش بوده به طوری که به دهانه ساز صدمه نخوره باید تکه سنباده آثار چسب قدیم سری قبل رو
از روی تار باید پاک کنیم. حالا یه روشی من به شما یاد میدم که حالا باید پوست رو انتخاب کنید و پوست رو ببرید. پوست رو چه اندازه ببرید؟ برای دهانه ساز، اگر اندازه دهانه ساز ما روی چیز داشته باشیم، روی کاغذ داشته باشیم، همیشه این کاغذ رو سفید رو بگیریم بیزاریمش روی دهانه ساز، با انگشت روی این ما فشار بگیم. ملاحظه میکنید که قشنگ رد الگو. برای کسایی که میخوان الگوی دهانه رو به دست بیارن، بهترین شکل همینه. یه کاغذ سفید رو میذارن و فشار میدن و الگوی دهانه به دست میارن. حالا قدری بیشتر از اون الگو رو باید ببرین برای که جا برای محل به اصطلاح قدما سیرش خور یا به اصطلاح چسب خور چوب داشته باشید. این میبریم اینجوری. این میشه مقدار پوستی که ما برای این تار، ما اگر بیشتر از یک تار داریم می توانیم این کارو برای تار دیگه هم بکنیم و همیشه پوستمون اینجوری داشته باشیم. این شکل دقیق پوست هست برای این تار شاهرخ قدیمی. این دهانه الگو دهانش هست. حدودا چقدر لبه فاصله داره از حدودا 1 سانتی 2 سانتی باید فاصله بذاریم. فاصله این الگو دهانش. حالا ما بر اندازه این رو پوست و اندازه این الگو پوست رو انتخاب کنیم. پوستی که رو تار می‌ندازیم از جنس بره تودلی هست و بایستی پوست کهنه باشه. اگر پوست زیاد دارید در مناطقی که آفتاب هست، این پوست رو به یه چسب چیزی به پشت شیشه که آفتاب می‌خوره که زیرش هم هواخور داشته باشه آویزون کنید که پوست کهنه بشه و چربی پوست بره. برای اینکه بفهمید پوست کهنه است یا نه، پوست رو روبروی دهان خودتون می‌گیرید و بخار دهان رو به پوست فوت میکنید و بو میکنید. اگر بو داد نشانگر این است که پوست نو هست. اگر نه پوست کهنه معمولا بو نداره یا بوش خیلی کم. به این شکل. خب این پوست تقریبا میشه گفت یک سال از سنش میگذره. حالا در مناطق خشک باید، البته بسته به خود تار هم داره، باید پوست نازکتری بندازیم. در مناطق رطوبتی پوست کلفتری بندازیم. این پوست که یه رگم داره وسطش به پوست بوزی معروفه. به نظر میاد که پوست خوبی باشه برای این کار. باید دقت کنیم که سمت زبر پوست بیرون باشه و نرم پوست تو باشه و قسمت نازک پوست، قسمت نوک دهنه و قسمت کلوف زیر خرک میشه. قسمت یعنی نه اینکه خیلی کلوف، قسمتی که نیاز داریم که این اینجوری خواهد. بنابراین اینو میذاریم اینجا. استاد اگه ممکن یه دور دیگه نشون بدین که قسمت نازک پوست باید بیفته محل نوک دهنه و قسمت کلفت پوست زیر خرک و قسمت فشار زیادتری میشه. حالا این پوست رو میذاریم رو الگویی که قبلا تهیه کردیم و الگو رو میبریم، پوست رو میبریم با این الگو. اون خط تیره پشت هم باید وسط بیفته. بله دیگه. بعد دوستا در مورد ضخامت پوست به چه ترتیب میشه تصمیم گرفت؟ برای اینکه خب ضخامت پوست ها متفاوت هست، چجوری میشه به هر حال به نسبت بستگی به تار داره، بستگی به جنس صدای تار و بستگی به منطقه‌ای داره که ما درش هستیم. از لحاظ رطوبتی عرض کردم اینو باید به تجربی دریافت که چگونه پوست میکنه. بله عرض کردم که نوع پوست با توجه به منطقه آب و هوایی که درش هستیم، یعنی اگر خشک و گرم طبیعتا پوست باید نازکتر باشه، اگر مرطوب و سرد هست پوست میتونه کلوفتر باشه، که اینو با توجه به زنگ تار، اگر تار زنگش بیشتره فرق میکنه، زنگش کمتره فرق میکنه، اینو به تجربه هر نوازنده خودش باید به تجربی در مورد ساز خاص خودش به این تجربی برسه. این قسمت پوست هم ما میبریم که بعد پوست نگه داریم برای خب میشه یه نقاره ازش استفاده کرد از این در آورد. خب حالا پوست رو بکنی که قسمت زبر پوست باید بیرون باشه. با دست دادن به پوست میشه به راحتی فهمید که قسمت زبر پوست کدوم. پوست رو در اون آب میذارید. این پوست هر چقدر در اون آب بمونه هیچ اشکالی نداره، حتی میتونه روزها در اون آب بمونه و هیچ
مشکلی به وجود نخواهد آمد. حالا